آنچه دانشمندان به تازگی در آمریکا کشف کردند که کل جهان رو به وحشت می‌اندازه. در گرند کانیون ایالات متحده صخره‌های سرخ عظیمی قرار گرفتن که کل جهان اونو با نام مستعار زیرزمین تاریخ می‌شناسن، که هر صخره نشان دهنده یک دوره متمایز ما قبل تاریخه، نشانهایی از زمان پیدایش زمین. اخیراً گروهی از متخصصان درباره گرند کانیون تحقیق کردن و چیزهایی رو کشف کردن که دانش ما رو در مورد ساختار تاریخ تغییر میده. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید تا بفهمیم چه چیزی رو کشف کردن و چگونه. ردپاهای عجیبی بر روی تک سنگی که از حیات ما قبل از تاریخ خبر میدن وقتی صخره عظیم به پایین سقوط کرد نشانه هایی رو آشکار کرد. یک زمینشناس در حال سفر تفریح آموزشی با دانش آموزانش بود که سنگی غیر معمول با علایمی مشخص رو مشاهده کرد که پاهایی روی اون بود. تحقیقات بیشتر نشون داد که اون ردپاها ردپاهای فسیل شده باستانی هستند. ردپاهایی که 313 میلیون سال قدمت دارن و این تک سنگ رو به قدیمی ترین شواهد موجود از جانوران مهره‌دار تبدیل میکنه. این ردپاه مربوط به یک حیوان تخم‌گذار با پوسته بسیار سخت به نام آمینوت تعلق داره. پس از تحقیقات بیشتر دانشمندان دریافتن که به خاطر وجود ماسه بوده که این ردپاها چند صد میلیون سال از بین نرفتن. اونا کشف کردن که این ردپاها دو حیوان خزنده مجزا رو به تصویر میکشه که به صورت مورب عبور کردن. مدفوها و خفاش‌های مومیایی شده. اکثر مردم نمی‌دونن که در صخره‌های گرند کانیون آرهایی وجود دارن که داخلشون پر از بقایای حیوانات و گیاهانه که به ما بینشی از عصر یخبندان میده. این غارها زیستگاه مناسبی برای خفاشان و موش‌ها بودن. البته بزهای کوهی هم وجود داشتن، اما به دلیل آب و هوای خشک آریزونا منقرض شدن و استخوان‌های خشک اونا رو میتونید ببینید. در سال 1936 در یکی از این غارها مدفوعی کشف شد که مربوط به گونی از دایناسورها بود و به دانشمندان کمک کرد عادات غذایی این موجود وحشی رو کشف کنند. گیاهانی مثل گل ختمی، کاکتوس و یوکا. جمجمه های یک بوز کوهی که در دهه 1930 کشف شده بودند نشون میداد که این حیوانات 19 هزار سال پیش هم وجود داشتند. کشف ذخایر اورانیوم در گرند کانیون. در گرند کانیون تعداد زیادی معدن اورانیوم کشف شده، اما این کشف ها میتونن تهدیدی جدی برای این منطقه بکر باشن. در منطقه‌ای به نام برشیا که برای اولین بار در دهه 1870 کشف شد، معدنی بسیار غنی یافت شد. حتی در دو ماهی یک روستا در گرند کانیون هم معدنی پیدا شده. در مجموع حدود 8 معدن اورانیوم تا به امروز در این منطقه پیدا شدند. اما این معدن‌ها تهدیدی برای چشمه‌های داخل گرند کانیون هستند. در دهه 2000 قیمت اورانیوم افزایش چشمگیری داشت و باعث شد شرکت‌های زیادی به این منطقه هجوم بیارند. در این مکان یک قبیله به نام هاواسوپایی هم وجود داره که محل زندگیشون در اعماق دره قرار داره که برای آشامیدنی و آبیاری مزارع ذرت و یونجه خودشون از چشمه نزدیک محل زندگیشون استفاده می‌کنند. اما اونا نگران این هستند که این معدن‌ها ممکنه چشمه‌ها رو آلوده کنه. هیولای مغولون شاید یکی از جذاب‌ترین داستان‌هایی که باید در مورد گرند کانیون بدونید، داستان هیولای مغولون یا پاگنده آریزونا است. در سال 1903 والتر استیونز ادعا کرده بود که یک هیولا دیده که شبیه موجودی انسان نما شبیه پاگنده دیده. بعدها هم ادعاهایی بر وجود چنین موجودی در این جنگل‌ها قوت گرفت. بسیاری از دانشمندان این ادعاها رو دروغ و یک هیولای فرضی نسبت میدن. اما بسیاری از طبیعتگردها جرأت ندارند اونجا سفر کنند. غارهای لوکسی که بیشتر شبیه هتل هستند. بحران موشکی کوبا در سال 1961 در حال داغ شدن بود و خطر بمباران در کمین بود. جان اف کندی گرند کانیون رو مکان مناسبی برای انبار در نظر گرفته بود و داخل این غارها سوئیت‌های لوکسی رو ساخت.
در هر غار برای 2000 نفر غذای کافی مهیا کرد تو از خطر موشک‌ها در امان بمانند. حالا این غارها به مکان‌های توریستی تبدیل شده و هر سال بازدیدکنندگان زیادی رو به اونجا می‌کشونه. این هتل در عمق 220 فوتی زیر سطح زمین قرار داره که از اون به عنوان آرام‌ترین، تاریک‌ترین و قدیمی‌ترین هتل زیرزمینی جهان نام برده میشه. نکته قابل توجه در این غارها اینه که بعد از حدود 40 سال هنوز جیره‌های غذایی داخل این غار قابل استفاده هستند. پیدا شدن یک جبهه اسرارآمیز در اعماق دره گرند کانیون. گرند کانیون مانند یک کیک لایه‌ای در تاریخ زمین‌شناسی شناخته میشه. دلیلش هم اینه که صخره‌های اون میلیون‌ها سال به طور منظم روی هم چیده شدن، اما در اعماق دره شکاف بزرگی بین صخره‌ها وجود داره که بسیاری از اسرار اون رو پنهان نگه داشته. اکتشافات جدید مهر تاییدی بر این نظریه وارد میکنه. در اکتشافات جدیدی که تازه انجام شده، یک جعبه اسرارآمیز پیدا شده که همه رو متحیر کرده. درون جعبه چه چیزی وجود داره؟ آیا جسد افراد بومی آمریکاییه که در گذشته در این منطقه بودن؟ یا حاوی اثر مربوط به حیولای مغولانه؟ البته تا حالا هنوز جعبه باز نشده، یا اگه شده هنوز اخباری به بیرون درز نکرده. به نظر شما چه چیزی در جعبه بود؟ امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و شما رو توی ویدیو بعدی هم ببینید.